از مخالفت ظاهری نواز شریف در واشنگتن تا هدفگیری دقیق اوباما در میرانشاه، حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستانی در حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا کشته شد. تاجر آمریکایی به دنبال جایزه 25 میلیون دلاری دستگیری بن لادن دو سال پس از کشته شدن وی. سلام و وقت شما بخیر. به فراخبر با من یماس یوش خوش آمدید. حکیمالله محسود رهبر طالبان پاکستان روز جمعه در حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا کشته شد. رهبر طالبان پاکستان همراه با 24 تن دیگر در پایگاه شبه نظامی میرانشاه واقع در شمال غرب پاکستان هدف قرار گرفت. وزیر داخلی پاکستان با انتقاد از این حمله گفته مرگ حکیمالله محسود تلاش های دولت برای گفتگوهای صلح با پیکارجویان طالبان را از بین برد. اما آمریکا گفته کشته شدن محسود ضربه بزرگ به طالبان پاکستان است. گفته می شود طالبان پاکستان اوایل صبح امروز جسد رهبرشان را به صورت مخفیانه دفن کرده و تعهد کردند برای انتقامش موجی از بمبگذاری های انتحاری را راه خواهند انداخت. همچنان گفته شده این گروه خان سعید را به عنوان رهبر جدید خود و جانشین حکیم الله محسود انتخاب کردند. حکیم الله محسود جانشین بیت الله محسود، بنیانگذار و رهبر خلف این گروه در سال 2009 گردید که وی نیز در یک حمله مشابه کشته شده بود. این حمله دو هفته پس از سفر نواز شریف به آمریکا صورت می‌گیرد که در آن خواستار توقف حملات هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا در پاکستان گردیده بود. از مخالفت ظاهری پاکستان با حملات هواپیماهای بی‌سرنشین تا نشانه‌گیری دقیق رهبران طالبان پاکستانی توسط آمریکا، اما چگونه رهبران طالبان افغان از شر این هواپیماها در امان ماندند؟ داود کلکانی عضو مجلس نمایندگان و جاوید کوهستانی کارشناس مسائل نظامی برای بحث بیشتر در این زمینه با ما هستند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید. آقای کوهستانی، دقیقاً دو هفته پس از سفر نواز شریف و مخالفت‌های ظاهری آقای شریف با عملات هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا، آمریکا رهبر این گروه را در میرانشاه نشانه گرفت و کشت. فکر می‌کنین چگونه رهبر طالبان آماج قرار گرفتن؟ به نام یاد خدای بزرگ با عرض سلام به بیننده‌ها. البته شما بهتر میدانین که از نزدیک به یک سال قبل یک تشکیلات بسیار خاص در وزیرستان به نام جیش الاقصا تشکیل شد که بیشتر روی کرد جیش الاقصا عمله بر مسیحیان و سایر ادیان یا اقلیت‌های دینی در پاکستان و بیرون مرز پاکستان بوده که رهبری ازیر حکیم‌الله مسعود داشت و گلبهادار، فضل‌الرحمن خلیل، بعضی چهره‌های معروف رهبری طالبان تا لشکر اسلام از گروه‌های مختلف و شمول سراج الدین اقانی و یک جمعی از شبکه‌های القاعده عرب که عضویت از این جیش داشتن. البته این جیش برعلاوه از اختطاف دو خانم چکی، دو مرد ایتالیایی از گجرانوالا و یک آلمانی، احتمالاً یک فرانسوی و اخیراً عمله بالای کلیسای پشاور را انجام داده. به این لحاظ و مسئولیت از این حملات داشته. بیشتر منافع پاکستان را جیش الاقصا مورد حمله قرار داده. یعنی عزت پاکستان زیر سوال رفته از نظر امنیتی. بر اکثریت ادبای خارجی و اقلیت‌های دینی در پاکستان مسئولیت وجود نداشته. به این لحاظ من فکر میکنم که مرگ حکیم‌الله مسعود یک انتخاب پاکستان است، برای زی که در انظار عمومی در روابط بین المللی پاکستان بسیار وضعیت بد بود، مخصوصا بعد از حمله بالای کلیسای پشاور که تلفات سنگینی را به همراه داشت و این رهبریش از طریق حکیم‌الله مسعود، یعنی از طریق جیش الاقصا صورت گرفت. بنان من فکر میکنم در مرگ حکیم‌الله مسعود یک اماهنگی وجود داره میان سازمان‌های امنیتی پاکستان، ایالات متحده و این میتونه کمک بکنه پاکستان را که از این نوع از عملات بالای اقلیت‌های دینی مخصوصا مسیحی‌ها و اقلیت‌های دیگر دینی پاکستان جلوگیری شود. البته جیش الاقصا را از نظر نظامی رهبری کلی حکیم‌الله داشت. عرب‌ها مانند عمر نجدی، بلال، قناده و صلاح الدین و برخی کسای دیگر عضویت را سپورت میکنن یا حمایت مالی میکنن این جیش، اما بخش نظامیش گلبهادر وزیر داره. اکثریت زندانای از اینا که فیلن اسیرا بسر میبرن در وزیرستان جنوبی، در اطراف مکین، در مرزای نزدیک جوب است. اما سایر مراکزشان در مجموع پاکستان ایجایش نفوذ داشته. تهدید بزرگ برای خارجی ها بوده. در کراچی، در
سایر شهرهای بزرگ مانند لاهور، اسلام آباد، پشاور اینا تهدید میکردن اقلیتهای دینی را و یا گردشگرا را مخصوصا مسیحی ها را مورد حمله قرار میدادن. به این دلیل ما باورم این است که پاکستان آگاهانه حکیم الله مسعود از یعنی فکر میکنین در سفر اخیر آقای شریف به واشنگتن در زیر پرده چیزهای وجود داشته برای این که حالا آقای مسعود برداشته شو از میان؟ البته دلیل دیگری هم وجود داره. بعد از گرفتاری لطیف الله مسعود از طرف امریکایی‌ها، پاکستانی‌ها شک و تردیدایی هم نسبت به گروه حکیم الله مسعود، چون لطیف الله مسعود یکی از نزدیکان حکیم الله بود و این رابطه داشت با سازمان امنیت افغانستان یا با کسای در داخل جغرافیای افغانستان، که نشان میداد این علاقمندی میتونه ناامنی را در پاکستان دامن بزنه و این بی‌اعتمادی حکیم الله را بالا برد. یعنی حکیم الله مسعود حداقل در نظر سازمان امنیت پاکستان به عنوان یک چهره زیاد از ده پاکستانی زیاد است. در همین تازگی ها آقای مسعود اعلام کرد که آماده مذاکره با دولت پاکستان است و وزیر داخلی پاکستان هم با انتقاد از همین عملی خاص گفته که گفتگوهای صلح در این کشور برهم میزنه و از بین میبره. البته دقیقاً پیشنهاد گفتگوها را مشروط ساختن که بعداً حکومت پاکستان این شرایط را نپذیرفت. یعنی گفتگوهای مشروط برای طالبای پاکستانی و لشکر اسلام مشروط ساخته بودند که گفتگوها باشه و اینا بتونن مراکز خود در وزیرستان شمالی و جنوبی حفظ بکنن و به سایر نقاط پاکستان هم انتقال بدن، چون بخشی از نارامیایی که در کراچی هم صورت میگیره مربوط به حرکتایی است که از جانب طالبای پاکستانی مخصوصا فضل الرحمن خلیل، حرکت المجاهدین اینا انجام میدن و اینا جدا شبکه‌های مربوط به القاعده هستند، یعنی کاملا تحت پوشش القاعده فعالیت دارن. آقای کلکانی، فکر میکنین چه تأثیر مگذاره کشته شدن حکیم الله مسعود روی طالبان پاکستانی و طالبان افغان و جنگی که براه انداختن این گروه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بینندگان محترم تلویزیون و حاضرین محترم در میز. در این خوشکی نیست که ما اگر در سطح یک گروپ و یا در سطح یک قطعه فکر بکنیم، طبعا قماندان یک قطعه و یک گروپ اگر از بین میره، پراگندگی در سطح خود گروپ و منطقه و بالاخره در قطعه و بالاخره در حزب و سازمان رخ میده. کشته شدن حکیم الله مسعود یکی از رهبرای طالبای پاکستان که در این شکی نیست که در بین طالبهای پاکستانی و همچنان در بین طالبهای با افغانستان نفوذ قابل ملاحظه داشته است و از بین رفتن از این در این شکی نیست که در بین صفوف طالبهای پاکستانی و هم داخل افغانستان تأثیرات منفی رو به جا میگذاره و باعث از این میشه که خود طالبا امکان داره که در سر رهبری موضوع تا حدی که امکان داره به توافق نرسن، به خاطر از اینکه سلسله خاندان محسود رو به ختم است، یعنی ختم شد، آخرین نفرش بود است که ختم شد. ولی اگر به جای از این کس دیگر اونا تعیین میکنن، ممکن یک سلسله اختلافات در بین دسته گفته شده که خانسعید رهبر طالبان شده. عملات بیشترم بیت الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی هدف قرار گرفت، اما این گروه همچنان به فعالیتش ادامه داد و حتی تندتر شد برخوردش با غیر نظامی ها. خوشحالی نیست که یک مقدار احساساتی ممکن برخورد بکنن، یک سلسله کارهای به خاطر انتقام جویی با در مقابلی عمل شاید بکنن، ولی در واقعیت اینا نخواد بتونن که سر یک مرکزیتی که واقعا اینا جمع شوند، قسمی که قبلا به وجود آمدن اینا جمع شوند، به خاطر که خانسعیدی که فعلا تعیین شده است اوقدر نفوذی که لازم است در بین طالبای پاکستانی اون نفوذ لازم نداره و همچنان از درایت هایی که لازم است در سطح خود چیز چه تأثیر روی طالبان افغان داشته؟ یعنی در این شکی نیست که یکی از حامیان خود، یکی از کسایی که پشتیبانیشان بوده، یکی از کسایی که اینا رو در اونجا جای داده بود، تجهیز میکرد، تمویل میکرد و تربیتگاهشان بود و در پشتیبانی از اونها اینا اونجا مراکز داشتن، یکی از حمایتگران بسیار بزرگ خود طالبای افغانستان از دست دادن. سپاسگزار. پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم. باز هم خوش آمدید. آقای کوهستانی، این نشانگیری های دقیق رهبران طالبان پاکستانی چگونه انجام میشه؟ پیشتر از اینم بیت الله مسعود هدف قرار گرفته، آقای سعید هدف قرار گرفته و حالا حکیم الله مسعود. فکر میکنین چگونه ملا عمر و سایر رهبران طالبان افغان از این عملات در امان هستند؟
البته نباید فراموش بکنیم که اوزی فعالیت طالبای افغان در وزیرستان شمالی و جنوبی نیست. وزیرستان شمالی و جنوبی تحت کنترل طالبای پاکستانی و حرکت المجاهدین بخش از شبکه های القاعده است. تنها شبکه اقانی در میرامشاه جابجا است که هنوز به عنوان شریک طالبای پاکستانی یکی از متحدین پاکستان است، حافظ منافع پاکستان است. دوم، خود طالبای افغانی هم حافظ منافع پاکستان هستند، عمل کرده ضد پاکستانی ندارند. و بحث دیگرامی که فعلا اکثریت طالبا یا در کویت هستند، در مناطق داخل شهری زندگی میکنند، مثلا در خروت آباد که جای لوکسی در حوزه کویت است، یا در پشتون آباد یا در ساتلایت تاون یا در ساحه نزدیک به سیبی مناطق بایپاس، همچنان در شهرهای کلان مانند کراچی، لاهور در اینجا هستند. شورای پشاور هم اکثرا در اطراف کمربند شهر پشاور در بین پایگاه یا کمپای قبلی مهاجرین و در سایه حیات آباد هستند. اکثرا کلانا در حیات آباد زندگی میکنند که اوضاع کاملا تحت کنترل سازمان امنیت پاکستان است. بنان یا خطری برای طالبای پاکستان نیستند، برای میمانه بحث ایالات متحده آمریکا. اگر ایالات متحده آمریکا این عملات را انجام میده به خاطر مبارزه با تروریسم، خب چه تفاوتی بین طالبای افغان و طالبان پاکستانی وجود داره؟ اون یکی هدف قرار میگیره و اینها حالا در هر جایی که باشن هدف قرار میگیره. یک تفاوت بسیار کلانشی است که طالبای افغانی تنها شبکه اقانی و حوزه لوگر و پکتیا و پکتیکا و خوست که مولوی سنگین که قبلا کشته شد یا بعضی گروهایی که در شورای نظامی وزیرستان هستند با طالبای پاکستانی بسیار نزدیک هستند، ولی شورای کویته یا رهبری طالبایی که در کویته هستند هیچ گونه پیوند مستقیم با القاعده ندارند. دلیل که مجموعه فعالیتایی را که شبکه القاعده یا عناصر مرتبط با القاعده دارند در وزیرستان شمالی و جنوبی هستند. طالبای پاکستانی حافظ سیاستای طالبای شبکه القاعده هستند یا اونا را پناهگاه دادن در بین قریه و دهاتی که طالبای پاکستانی نفوذ دارند و دقیقاً این منطقه را زیر عنوان خلافت اسلامی اعلان کردند. در اینجا دیگه دولت پاکستان نفوذ نداره، ارتش تنها در قرارگاه بزرگ توسط هلیکوپترها رفت آمد دارند. در اینجا القاعده با تمام فعالیتاش مسئول است، مراکز تعلیمی مشترک دارند هم با شبکه قانونی هم با طالبای پاکستانی و مجموعه طالبای آسیای میانه. اینجا منافع ایالات متحده را طالبای افغانی مانند ملا عمر تهدید نمی‌کنند، یعنی در کویته چنین مراکزی وجود نداره که القاعده مشارکت داشته باشه. در پشاور هم به استثنای مناطق چترال، موبند جنسی و این مناطق، در سایر در یعنی طالبایی که در حوزه پشاور فعال هستن اکثرا شهرنشین هستن و روابطی را با سازمان‌های استخباراتی پاکستان دارن. یعنی شما تقسیم میکنین طالبان پاکستانی و افغان را، اول بحث محور منافع اینها را که متفاوت است کاملا هم؟ بله، ببینین طالبای افغانی اکثریتش ولی یعنی در خیلی جاها هماهنگی داشتن. بله، در فعالیت‌های مسلحانه بله. رهبران طالبان پاکستان در افغانستان بازداشت میشن و اینجا هدف قرار میگیرن. این نمونه ها نشان میده که اینها در یک هماهنگی هم هستند. در بسیاری فعالیت‌های مسلحانه عملیاتشون مشترک انجام میدن. اکثریت طالبای ولایت لوگر، پکتیا، خوز، میدان وردک، غزنی، امی اوگنون در ساحه کرمجنسی یعنی تل و پالچنار تا به وزیرستان شمالی یعنی میرامشاه، وزیرستان جنوبی اطراف وانا و این مناطق اینا قرارگاه دارن و حمایت میشن توسط طالبای پاکستانی. اما بخش دیگری از طالبا، مخصوصا طالبای حوزه جنوب غرب، پیوندشان با چمن کویته و بالاخره تا و کراچی است، کمتر اینجا تماس دارن. یعنی ارتباطات وجود داره که همکاری میکنن، ولی در بسیاری جا اونا مستقل عمل میکنن، اینا مستقل عمل میکنن. اهداف از اینا جدا تعیین میشه. اکثرا اهداف برای طالبای پاکستانی در اونجا القاعده تعیین میکنه، یعنی رهبری القاعده فعالترین شبکه‌اش در وزیرستان شمالی و جنوبی است و این برای پاکستان تهدید است. اکثرا علی منابع خارجی عملیات ها را انجام میدن، علی کنسولگری های خارجی، نمایندگی های سیاسی، منابع تجاری، بالاخره مراکز دینی، اقلیت های دینی عملیات انجام میدن. یک تهدید است برای خود پاکستان که پاکستان از این نایب مورد سوال قرار میگیره. بنان اکثرا طالبای در این منطقه هستند مورد حملات تیارات بی سرنشین بودن، کمتر گای اتفاق افتاده در مناطق مانند سوابی و ملکند، اینجا هم یه عملات انجام شوه، ولی مجموعه عملات متمرکز بوده اکثرا به وزیرستان شمالی، حتی در وزیرستان جنوبی هم این سطح یعنی عملات. ایالات متحده آمریکا تشخیص داده که تنها در همون جا بر ضد منافع شالا گروه های کنار آمدن، نه در جای شما وقتی میبینین که در اطراف پشاور در بالا مرکز طالبای افغانی است، یک بخش از رهبری طالبای افغانی در بالا هستند و کاملا در 5 کیلومتری شهر پشاور است، ولی چون رهبری شبکه‌های اطلاعاتی که این اهداف تعیین میکنه اکثرا خود آیسای
و در گذشته ام آی یا سازمان استخبارات نظامی پاکستان است که این مناطق کنترل میکنه. هیچ چیز زیر همه چیز زیر نظر از ایناست. سازمان های امنیتی ما کمتر دسترسی دارن در حوزه وزیرستان، یعنی نمیتونن شبکه‌هاشون بسیار فعال باشه. بیشتر شبکه‌های خود پاکستان است که هدف برای ایالات متحده میتن در بدل پول. اینا مثلا در بدل مرگ حکیم‌الله مسعود حداقل $1 میلیون میگیرن از آمریکا. این شبکه‌های استخباراتی خود پاکستان است که فعالیت‌ها مخصوصا ام آی انجام میده. آی اس آی یک نوع تقابل داشت در گذشته با سازمان سیا، یا بسیار اعتماد به آی اس آی نبود، کار میکردن با ام آی. اکثرا اکنون هم طالبای افغانی را ام آی نظارت میکنه یا از طریق ام آی نظارت میشن، چون کار مستقیم به ارتش داره. بله آقای کلکانی، حالا شما برخورد جوگانه را با طالبان افغان و طالبان پاکستانی توسط آمریکا و هدفگیری توسط حملات هواپیماهای بی سرنشین در چه میبینید؟ موافق هستین با آقای کوستانی؟ من با تاسف دیگه که در این نظر با آقای کوستانی موافق نیستم، به این خاطر که ما دیدم ما و تحلیلی که همه دوستا میکنن از وضعیت موجود در پاکستان و افغانستان، تماما فعالیت های امریکایی ها در پاکستان تحت نظارت آیسای پاکستان صورت میگیره. یعنی به این معنا که سردمدار فعالیت های طالبای افغانستان در افغانستان و دو طرف آیسای پاکستان است. ولی وقتی که پاکستانی ها درک میکنن که منافعشان در خطر میفته و کسایی که در تقابل با منافع پاکستان میرزمن، اونا اشارات میتن برای امریکایی ها که اونا را از بین میبره. هیچ وقت آیسای پاکستان اشاره برای طالبای افغانستان نمیتن که امریکایی ها او را از بین ببره، و امریکایی ها هم به خاطر در این مدتی که در افغانستان حضور داشتن، متاسفانه فعالیت های سیاسی و لابینگ افغانستان هم به او حدی نبود که امریکایی ها را متقاعد به بسازه که طالبای افغانستان هم در منافع و در تکر با منافع افغانستان و امریکایی ها جنگ میکنن. ولی آیسای پاکستان در این دست بالایی داشته است، امریکایی ها را متقاعد به ساخت ساخته بود و ساخته هست که طالبای افغانستان در منافع در تکر با منافع امریکا نیستن، کسایی هستن که به خاطر قدرت می جنگن و اگر امروز هم برشان زمین مساید شود با دولت افغانستان یک جای میشن. ولی اونا درک میکردن که طالبای پاکستان در منافع و در تکر با فکر میکنین این کار را کی کرده؟ حالا در درون دولت افغانستان و یا در پاکستان است؟ مهندسی آنچه شما میخوانین که مهندسی تماما مهندسی قضیه در داخل افغانستان و او طرف مرز افغانستان به دست آیسای پاکستان است، و تماما یعنی آیسای یکی از اقمار سیایی در گذشته ها بوده است، و حالا مراقبتشون با هم بسیار نزدیک است و تماما فعالیت هایی که در منطقه صورت میگره با مشوره آیسای پاکستان سیایی عمل میکنه. سپاسگزار. پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم. آقای کوستانی، آقای کلکانی میگن که آیسای نمیگذاره که طالبان افغان رهبرانشان هدف قرار بگیرن از سوی هواپیماهای بی سرنشین و یک نوع دوگانگی ایجاد کردن در تعریف طالبان و بحث منافعشان نزد آمریکاییان. موافق هستین شما؟ ببینین، ما با ادبیات دیگری این مسئله را عرض کردم خدمت شما که طالبای افغانی حافظ منافع پاکستان هستند. با کدام دستگاه ارتباط داشته باشن؟ چگونه عمل بکنن؟ ایتت کنترل پاکستان است. چه از طریق ارتش مستقیم باشه، از طریق ام آی باشه، از طریق آی بی باشه، از طریق آیسای باشه، این مهم نیست، حافظ منافع هستن. یعنی هنوز طالبای افغانی منافع پاکستان تهدید نمی کنن، به نحو فعالیتاشون منطبق است به اهداف رک پاکستان در منطقه داره. یعنی آمریکایی ها به نحو دیگری، آمریکایی ها در پی آنچه تا پاکستان میگه اقدام میکنن بحث منافع پاکستان؟ ببینید، در بس و موارد اطلاعات مستقلانه را ایالات متحده بنا به داشتن دستگاه بزرگ اطلاعاتی را که با خود دارن، از مخصوصا دستگاه مبارزه با توریسم اینا که فعالیت میکنن، از مجموعه قوت های ناتو در اینجا فعالیت دارن، شبکه اطلاعاتی دارن، اینا اطلاعات جمع میکنن. مثلا در مورد زدن اسامه ابن لادن هیچ گونه مشوره با پاکستان صورت نگرفته است. ممکن تا مدتی که سپری شد تا 12 سال بیشتر از 700 نفر از سران القاعده و شبکه‌های مانند اقانی و طالبای پاکستانی تلفات داشتن، یعنی بسیار افراد از اینا کشته شده از سر بمباردمان‌ها.
شاید کمترین از این از طریق سازمان امنیتی پاکستان یا سازمان‌های پاکستانی تامین شده باشه، بیشترش توسط اطلاعات مستقل خود یا اطلاعات ماورایی یا دیجیتالی. بله. خب در اینجا پس چرا همش طالبان پاکستانی حالا هدف قرار گرفتن اگر ایالات متحده خود این عملات را انجام داده و اطلاعات هم از خود آمریکایی ها بوده؟ ببینین یک بحث مهمی است که طالبای افغانی مانند شبکه اقانی که نزدیک هستند با طالبای با هم با القاعده نزدیک هستند هم با طالبای پاکستانی تلفات داشتند. بدرالدین اقانی کشته شد، عمر اقانی بچه بزرگ سراج الدین اقانی کشته شده و مانند از این تلفات زیادی افرادشان داشتن. مولوی سنگین اخیراً معاون اقانی بود کشته شد، این تلفات داشتن این بخش طالبای پاکستانی افغانی. ولی اون طالبایی که در کویت زندگی میکنن یا در کراچی هستند گاهی به اساس اطلاعات تبادله شده افغانی و آمریکایی وقتی گرفتار شدن مانند ملا برادر، شما میدونین که ملا برادر به اساس اطلاعات سازمان امنیتی آمریکا گرفتار شد ولی دولت افغانستان پافشاری برای هایشان داشتن، یعنی بی نتیجه بوده گرفتاری ها. اکثر کسایی که در پاکستان گرفتار شدن دولت افغانستان تقاضای رهاییشان نداشته، اکثر اطلاعات سازمان های امنیتی یعنی برای اینکه هدف قرار نگیرن رهبران طالبان افغان از درون افغانستان هم اشاره هایی بودن. اول اگر ملا برادر را نفوذ داشتن و گاهی هم اینا را محرم نگاه کردن، مثلا حضور ملا عمر تا اکنون یعنی در جغرافیای پاکستان سازمان‌های امنیتی ما تا 12 سال با هم امکانات یک دارن، یک قطعه عکس شما تا حال در مطبوعات ندیدین که از 4 تا خانواده یک ملا محمد عمر داره، یعنی 4 خانم داره در شهرهای بزرگ پاکستان زندگی میکنه، بچه‌هاش هم جوان شدن، حتما درس میخوانن، مدرسه میرن. شما یک تصویر جدید از خانوادهش، از اقاربش، از نزدیکاش، از جلساتش ندارین. بنان سازمان امنیت پاکستان تلاش میکنه که اینا رو محرم نگاه بکنه، یا سایر رهبران پاکستان مانند ملا حسن رحمانی یا ملا حسن بادار یا سایر کسایی که در رهبری طالبان هستن اینا رو کوش میکنن محفوظ نگاه بکنن، در شهرای میبرن، امنیتشون رو کنترل میکنن یا اینا رو به نحو انتقال میدن که کمتر مورد تعقیب سایر سازمان‌ها قرار بگیرن. در پشاور هم چنین است، در کویت هم بنان مورد حمله قرار نمیگیرن، آماده نیستن اینا رو افشا بکنن یا این افشاگری بسیار کم است. چرا دولت افغانستان تا 12 سال نتونسته در ستون رهبری طالبان شورای کویت افراد تا زمان کسایی خودشان فرار نکردن مانند معتصمی آقا جان کسی نتونسته دسترسی پیدا بکنه؟ چرا به منظور ازی کجا خوب حفاظت شده هستند؟ ما هم ضعف داریم. فکر نمی‌کنین دولت افغانستان عزم این کار را نداره که حالا نفوذ بکنه؟ ما عزم اراده نداشتیم، یعنی ضعفایی داشتیم. دوم دوج هم سازمان امنیت پاکستان بسیار به اینا زمینای فعالیتشان به گونه فراهم ساخته که محفوظ باقی بمانند. ایالات متحده هیچ وقتی اراده نداشته که ملا محمد عمر و امثال اینا را نابود بکنه، از میان برداره. شما هیچ وقت در اجندای ایالات متحده طالبان را به عنوان دشمن ندیدین خطاب شوند، تا زمانی که از القاعده حمایت نکردن. شبکه قونی که از القاعده حمایت کرده گویا مورد حمله قرار میگیره. واقعی کلکانی شما بفرمایید که چقدر میتونه این حملات حالا در مبارزه با تروریسم موثر واقع شوه؟ رهبران پاکستانی میگن برخلاف این حملات میتونه بیشتر تهدید باشه برای امنیت منطقه و تندرویر افزایش بده. چند عملیات هایی که بالای گروه طالبا و القاعده و گروه طالبای پاکستانی مؤثر بود است، متاسفانه هم در داخل افغانستان و هم در خارج از افغانستان قطع شده است. ما عملیات شبانه داشتیم در داخل افغانستان که شما در اون وقت شاهد هستین که بزرگترین مردم هایی که میخواستن وضعیت افغانستان اخلال بکنن توسط عملیات های شبانه از بین میره. بمبارتمان های هوایی که بزرگترین مراکزشان زیر تهدید میگرفت از بین رفت و همچنان در این اواخر شما میبینین که حملات طیارات بی پیلوت هم کاهش پیدا کرده است. این چیزهای یا این عملیات هایی بود است که در قسمت مبارزه با توریسم و از بین بردن سرانشان بسیار تأثیر گذار و مؤثر بود است. اما متاسفانه هم در داخل افغانستان و هم اون طرف پاکستانی ها و نظامی های پاکستان و ایسای پاکستان تلاش دارن که اینا را از بین ببرن. این همه به خاطر رشد و توسعه توریسم و طالبا بود است. متاسفانه دولت افغانستان در این مدت نتونست که هم امریکایی ها رو متقاعد به این بسازه و هم جامعه جهانی رو که واقعا افغانستان میتونه در منطقه بدیل به عوض پاکستان باشه. چرا یعنی چنین شد وضعیت؟ این وضعیت به این شکل بود است که متاسفانه دولت افغانستان در طول زمامداری خود پالیسی های متناقض یا پالیسی هایی که اتخاذ کردن که یکی زده
یا یکی نقیز دیگیش بود است، یعنی زد نقیز بود است. یک وقت ما پاکستانی ها رو دوست گفتیم، یک وقت دشمن گفتیم. یک دفعه در وقتی که آمریکایی ها میخواستن بالایشان حمله کنن، ما گفتیم بریم در پای در پالوی پاکستان استاد بشیم. این باعث شد که آمریکایی ها جانب پاکستان و آیسای زیادتر تقویت بکنن. سپاسگزارم. داود کلکانی عضو مجلس نمایندگان و جاوید کوهستانی کارشناس مسائل نظامی، ممنون از حضور شما. و یک تاجر آمریکایی ادعا نموده سالها پیش از کشته شدن اسامه بن لادن محل سکونت وی را در پاکستان به بازرسان فدرال گزارش داده و اکنون جایزه 25 میلیون دلاری اش را می‌خواهد. در نامه دریافتی توسط خبرگزاری آسوشیتد پرس از دفتر حقوقی مستقر در شیکاگو به نمایندگی از تاجر 63 ساله جواهرات به نام تاملی آمده است، محل سکونت اسامه بن لادن رهبر القاعده در ابتابات پاکستان را در سال 2030 گزارش کرده بود. نامه ارسالی از جانب دفتر حقوقی لووی با جیمز کومی مدیر FBI در ماه آگوست آکی از آن است که یک مأمور اطلاعات پاکستان بلی گفته بود که بن لادن و خانواده‌اش را از پیشاور تا ابتابات همراهی کرده است. طبق این نامه، تاملی این اطلاعات را به مأموران گمرک و FBI در میان گذاشته بود. این تاجر آمریکایی در ایمیلی گفت: این باعث آزار من می شود و باید باعث آزار هر آمریکایی شود که من در سال 2030 دقیقاً گفتم بن لادن کجا بود و آنها به او اجازه دادند 8 سال دیگر زندگی کند. و سپاسگزارم از همراهی شما هم تا حالا. خدا نگهدارتان.